که هستی قریب، نمیشه از لطف تو سائلی بی نصیب، مثل زهیر و بره شبیه هر و حبیب، مریض عشقت شدم تا برام شید طبیب، اگرچه نوکری بدم برا تو، از کوچیکی سینه زدم برا تو، دلم میخواد به یاد کام خوشگه با لب تشنه جون بدم برا تو. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما بخیر. الحمدلله رب العالمین، باز شب جمعه اومد و بنده ریاض میرخلفزاده از شهر مقدس کربلا، استدیوی بین الحرمین مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، آمدم منازل شما و شما رو دعوت کنم به زیارت آقای خوبی ها، به ارباب بی کفنمون حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. انشاءالله در ابتدای برنامه همینطور که رو به قبله هستم دعا بکنیم و صلواتی بفرستیم بر بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشاءالله بهترین مطلع شروع برنامه مون باشه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك، وافعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم عجل لوليك الفرج بحق الحسين الشهيد. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. عزيزان إن شاء الله با من همراه باشید، بریم خدمت ارباب خوبی ها سلام بدیم و إن شاء الله ضمن این که برای سلامتی و فرج مولامون حضرت حجت ابن الحسن عجل الله فرجه الشریف دعا میکنیم، بیماران اون رو فراموش نکنیم، گرفتاران و زندانی ها رو فراموش نکنیم، بی خانمان ها و اون عزیزانی که بچه میخواند و خدمت شما عرضم، گرفتاران کل این کره خاکی رو، خاصه از موالیان و شیعیان مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. آماده اید؟ هر که دارد هوس کربلا، بسم الله. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبد الله، السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا مولاي يا ابن فاطمة الزهراء وابن خديجة الكبرى أم المؤمنين،
السلام عليك يا مولاي يا أبا الأئمة النجباء، السلام عليك يا مولاي يا سيد شباب أهل الجنة. أغا جان مولاي من يا أبا عبد الله، ممنونی ما از ته قلبمون عرض میکنیم، با تمام وجودمون عرض میکنیم، ممنونیم که اجازه دادید همچنان در کربلای معلا و هم جوار شما باشی. آقا جان این مسئولیتی که شما و بینندگان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام به عهده ما گذاشتند، توفیقش رو بدید به بهترین نحو بتونیم انجام وظیفه بکنیم. بینندگان ما، موالیان شما، این عزیزانی که در این کره خاکی هر کدومشون یه گوشه هستن، با استفاده از تصاویر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام دل بستن و دل میبندن به کربلا، با شما راز و نیازشون رو میکنن، با شما درد دلشون رو میکنن، به ما هم میگن التماس دعا. خواهری که از لارستان فارس، خواهری که از مازندران و ساری، برادری که از امریکا، اونیه که برادر دیگمون از امریکا، خواهری که از لندن، عزیزانی که از مشهد، از اصفهان، از دانمارک، از هلند، از آلمان، خدمت شما عارضم، عزیزانی از اتریش و حتی از ترکیه، اینها همه تماس گرفتن و التماس دعا گفتن. توی این دردهای این عزیزان گفته هاشون این بوده که ما خونه میخوایم، ما فرزند میخوایم، ما بیمار هستیم سلامتی میخوایم، ما بیمار داریم شفا میخوایم، و در یک کلمه ما احساس نیازمون نسبت به پدرمون آقا حضرت حجت ابن الحسن واقعا نیاز داریم. آقا جان در خانه خدا شفیع بشید. و یکی از این عزیزان گفته که شما رو به مادرتون قسم بدیم که شما واقعا شفیع بشید. حالا دیگه خدای تبارک و تعالی از بقیه غیبت فرزند بزرگوارتون صرف نظر بکنه و هر چه زودتر ایشون ظهور کنه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى أمك أم البنين حليلة أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى إخوانك. السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب. السلام عليك وعلى عزيزة الحسين رقية. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. شد آقا فراموشم، الهی که بگیرم باز
ذریعت رو در آغوشم میان زدبار الهی که منم باشم تو این زمره سباب هر قدم میشه هزار حج و هزار عمره زیارتتون قبول باشه عزیزان. همیشه آرزوی قلبی من این بوده که خود شما این سلام ها و این زیارت ها را مشرف بشید کربلا و از نزدیک خدمت ارباب خوبی ها بدید. واقعا جای تک تکتون خالیه. موقعی که رفته بودم جلو و خدمت ارباب خوبی ها سلام بدم، این درب ها مملو و از جمعیت برای ورود به حرم آقای امام حسین علیه السلام. میدونید شبهای جمعه آقای خوبی ها زائران خاصی داره، همچون مادر بزرگوارشون حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها، همچون حضرت حجت ابن الحسن آقا امام زمان از زائران خاص این امام همام هستند. امیدوارم شما هم شبهای جمعه بتونید در کربلا مشرف بشید. همینطور که ملاحظه می‌فرمایید الان گنبد و بارگاه آقا سید الشهدا کامل نورانیه، دارن گنبد و بارگاه آقا ابوالفضل عباس رو تمیز میکنن و نورانی بشه برای اینکه نورش کور بکنه دشمنان اهل بیت رو، نورش چراغ هدایتی باشه برای همه ما انشاءالله. و اما شما عزیزانی که یاور حسینی هستید، ما هر جا بریم دعاگو و نایب الزیاره شما هستیم، خاصه در کربلا که دیگه آقای خوبی ها واقعا جاتون خالی، آقای خوبی ها اجازه داده ما بمونیم در کربلا و بتونیم دعاگو باشیم، بتونیم حوائجی رو که شما میفرمایید به آقا منتقل بکنیم. گرچه نیازی نداره ما منتقل بکنیم، امام خودش عالم هست، ولی خب لطف شماست که ما را امین خودتون میدونید و ما هم باز منتقل میکنیم و بازگو میکنیم. از برنامه ها و کارهای مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام یکیش اینه که خدمت شما عرض کردم، یکی دیگرش اینه که ما بتونیم اخبار کربلا رو خدمت شما تقدیم بکنیم، اخبار جهان تشیع رو خدمت شما تقدیم بکنیم، فعالیت مذهبی و شیعی رو که در هر جا اتفاق میفته بتونیم خدمت شما اگر به گوشمون برسه و عنایت بکنید شماها به ما اطلاع بدید خدمت شما تقدیم بکنیم و اطلاع رسانی بکنیم. مؤسسه مصباح الحسین، این مؤسسه نیکوکاری و فرهنگی، این عزیزان طرحی رو شروع کردن، اجرا کردن و استارتش رو زدن به نام بیت الموده که ترجمه فارسیش میشه خانه مودت، برای ازدواج جوانان عراقی. در این طرح
از جوانان عراقی آماده ازدواج ثبت نام میکنن و از محل تبرعات و وجوهات شرعی که هم کشوریای عراق به مجموعه به مؤسسه فرهنگی مصباح الحسین تقدیم میکنن، اون طرح ازدواج رو ان شاء الله میخوان شروع کرده باشن و اینطور که مسئول عزیزشون به ما فرمودن پیش بینی میکنن تا 1000 زوج رو ان شاء الله برسونن به سر منزل و به قول معروف زندگی خودشون. ما روز سه‌شنبه‌ای که گذشت دعوت داشتیم و رفتیم هتل المنصور بغداد و در همایش این طرح شرکت کردیم. گزارشش آماده است، عزیزان خدمت شما تقدیم میکنن. ان شاء الله من بعد از اون باز راجع به فعالیت‌های مؤسسه فرهنگی خیریه نیکوکاری مصباح الحسین خدمت شما صحبت دارم. بینندگان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما بخیر. امروز سه‌شنبه نهم مرداد هستش و ما آمدیم بغداد هتل المنصور برای مراسم افتتاحیه پروژه خانه مودت. این پروژه توسط مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام ایجاد شده و همایش این پروژه برای ازدواج جوانان هستش. مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام با همکاری مجموعه رسانه ملی عراق جلسات این پروژه بیت المودت یا همون خانه مودت رو انشاءالله قرار از تلویزیوناشون پخش میکنن و عزیزان کل دنیا در جریان کار این پروژه قرار خواهند گرفت و کل این پروژه کارش این هستش که راهکارایی ایجاد بکنه و معرفی بکنه برای آسان کردن و تسهیل ازدواج جوانای عراقی هستش. مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام با دعوت از مؤسسات مختلف فرهنگی خیریه‌ای با مذاهب و ادیان مختلف کرده، مؤسسات که وابسته به حکومت هستن، مؤسسات دینی، اجتماعی، فرهنگی خیریه‌ای که هم چه شیعه باشن، چه سنی باشن، چه سابعی باشن و چه مسیحی در این همایش امروز بودن این عزیزان و در این همایش شرکت کردن. پروژه خانه مودت در نوع خودش بزرگترین پروژه هست. توی این پروژه جوانان آماده ازدواج میتونن از طریق سایت مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام ثبت نام بکنن و مؤسسه کمک های خودش رو که از طریق جمع آوری نذورات و حتی وجوهات شرعی هست در اختیار این جوانان چه به صورت نقدی یا غیر نقدی قرار میدن. و خدمت شما عارضم، ما دعا میکنیم که انشاءالله جوانهای تمام کشورها خاصه کشورهای اسلامی طبق آیه های قرآن و سفارشات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بتونن هرچه راحت تر و سریع تر ازدواج کنن و اون نیمه دوم دینشون رو تکمیل کنن. یا علی. خب عزیزان ملاحظه فرمودید این همایش رو، خدمت شما عرضم، من خودم وقتی که اونجا توی این
همایش شرکت کردم و این شخصیت‌های دینی مختلف رو دیدم. خب شیعیان و مسلمانان که بودن، از اهل سنت بودن، از صابئه بودن و از دین مسیحیت هم بودن، پیروان حضرت مسیح علی نبینا و علیه السلام. خدمت شما عرضم که این امر ازدواج چیزی نیست که فقط خاص اسلام باشه، خاص شیعیان یا اهل سنت و خاص همه است. منتهای امر هر دینی و مذهبی قوانین خودش رو داره. از اونجایی که دین مبین اسلام و خاصه مذهب تشیع کاملترین اینها هست و مؤسسه مصباح الحسین به خاطر اینکه بگه ما هیچ گونه تبعیضی نداریم، همه رو دعوت کرده بود، آمدن و نظرهاشون رو دادن، صحبتها شد و چقدر خوشحال و مسرور بودن از اینکه یک مؤسسه شیعی تحت نظر یک مرجع تقلید داره کاری میکنه، آسون میکنه ازدواج رو برای جوانان، مخصوصا جوانان کشور عراق که الان با تمام این مسائل و این گرفتاری ها واقعا داره دست و پنجه نرم میکنه. البته عزیزانی که عراقی هایی که در اقصا نقاط این کره خاکی هستن، عزیزانی که در خود عراق هستن، افرادی هستن که متبرع میشن و پرداخت کننده هستن و علاوه بر اون در این طرح ها که شرکت میکنن جزء افرادی میشن که وارد یک قرعه کشی میشن که البته بیشتر و اهمیتش در این هست که مشارکت در کار خیر و خداپسندانه است، چون نیکوکاری همیشه بوده و همیشه خواهد بود. منتهای امر چه کسی توفیق این رو پیدا میکنه که بتونه در این کار مشارکت بکنه و انشاءالله اسم خودش رو ثبت بکنه در زمره افرادی که خدای تبارک و تعالی کفالت همه جورشون رو کرده. همونطوری که خدای تبارک و تعالی به زبان پیامبر اکرم حمایت و دفاع و کفالت از یتیم رو عنوان میکنن، اغلب این عزیزان چه بسا از ایتام باشن، این عزیزان چه بسا از قشر کم درآمد و کم درآمد جامعه عراقی باشن. گرچه هیچ اشکالی نداره از همه قشرها میتونن باشن، منتهای امر مشارکت در این طرح خیلی انشاءالله جالب خواهد بود، چون که از انواع طبقات درش شرکت میکنن. و اما این که ما اصرار میکنیم بر اینها باز بر میگرده به صحبت پیامبر گرامی اسلام که میفرمایند من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. مسلمون های عراق واقعا الان در فشار هستن، در همه جا در فشار هستن، شیعیان مخصوصا. منتهای امر الان ما امکان کار کردن در این برهه در این کشور رو داریم، از خود عراقی ها، از هر عزیزی که دوست داره در هر جایی که هست میتونه دست یاری درخواست کننده مؤسسه مصباح الحسین رو بگیره و فشار بده و در این کار خدا پسندانه و خیر شرکت کنه. البته مؤسسه مصباح الحسین خیلی دیگه طرح داره. اینطوری که من خدمت عزیز دلمون صحبت می‌کردیم، ایشون می‌فرمودن که ما کلاس‌های
آموزش و خدمت شما عارضم راهنمای کاری، یعنی فن و حرفه به افراد یاد بدیم که خودشون برن اصلا درآمد داشته باشن، به خانم ها خیاطی و بافتنی و بقیه کارها آشپزی یاد بدن که بتونن خودشون از محل زور بازوی خودشون درآمد داشته باشن و به فکر عزیزان همانند خودشون باشن. یعنی این مؤسسه اذعان میکنه که ما دلمون میخواد هیچ فقیری در هیچ جا نباشه، مخصوصا در کشور عراق، همانند زمان پیامبر اکرم و زمان آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که فقیر میدیدن واقعا تعجب میکردن، سوال میکردن این چیه. خود امام که میدونست، آقا امیرالمومنین میدونست که این فقیره، ولی برای اینکه به ما گوش زد بکنه گفت این چیه؟ گفتن یا علی ایشون یهودیه و نابیناست و پیر و فرتوته، داره گدائی میکنه. امام فرمودن که ببینم این تا جوان بود نیرو داشت، میدید، خوب ازش کار کشیدید، الان که پیر و فرتوت شده شما این رو میزنید کنار. ببینید این شیوه حکومت آقا امیرالمومنینه و ما هم ادعامون در اینه که پیرو آقا امیرالمومنین هستیم و انشاءالله شیوه حکومت داری پیامبر اکرم و امیرالمومنین رو عرضه بکنیم و به مردم کل دنیا برسونیم، انشاءالله اونها هم خواهند فهمید که دین مبین اسلام واقعا مردمش رو و کل بشر رو فرق نمی کنه، زن یا مرد، کوچک یا بزرگ، همه اونها رو دوست داره و احترام میکنه. خب من یه مقدار پیامک هایی که شما عزیزان برای ما فرستادید، عزیز دلمون کارگردان محترم برنامه آماده کرده دادن، به من که خدمت شما عرض بکنم. سلام و خدا قوت خدمت شما و همه همکاران عزیزتون. ازتون کمال تشکر و قدردانی رو داریم به خاطر زحماتتون و اینکه بسیار ممنونیم به خاطر برنامه‌های سخنرانی آقای شیخ حسن یوسفی که بازپخش میشن، خیلی استفاده میکنیم و بسیار بسیار سپاسگزاریم. اجرتون با خود صاحب زمان آقا حجت ابن الحسن. با عرض سلام به شما برادران شبکه جهانی امام حسین، شما رو به ارباب قسم وقتی حرم ارباب و باب الحوائج حضرت ابوالفضل رفتین برام دعا کنین که ارباب ما رو بطلبه. با عشق دارم پیام می نویسم، من از مازندران هستم و در روستا زندگی می کنم، دلم خیلی کربلا می خواد، چقدر حسرت بخوریم و از تلویزیون حرم ارباب رو نگاه کنم. شما که پیش ارباب هستین خوش به حال شما، التماس دعا یا حسین به طلب ما رو. سلام وقت بخیر، میشه نماهنگ تیتراژ آخر برنامه سرزمین عشق رو برام بفرستید؟ بله عزیزان، الحمدلله رب العالمین. عزیز دلمون کارگردان محترم برنامه نوشتن که ما موفق به این کار شدیم و این ارسال رو انجام دادیم. البته شما هم هر گونه درخواستی دارید خیلی راحت میتونید از طریق همون شماره همیشگی 2096470722910 از طریق واتساپ و تلگرام پیام بدید و یا اینکه تماس بگیرید و یا اینکه اس ام اس بزنید. عزیزان ان شاء الله در صورت در حد امکان و توان حتما این کار رو خدمت شما انجام میدن. التماس دعا پیش آقا ابوالفضل و امام حسین علیه السلام
شفای بیمار مد نظر ما رو بخواید. انشاءالله به یاری خود حضرت حالشون خوب بشه، ممنون میشم. خدایا به حق آقا امام حسین و به حق زائر مخصوص امشب حضرت زهرا سلام الله علیها، همه بیماران لباس عافیت بپوشن و با سلامتی به آغوش گرم خانواده هاشون برگردن. سلام، وقت بخیر. من از ایران میخوام برای عرفات بیام کربلا. میخواستم بدونم دعای عرفه رو صبح قرائت میکنن تو کربلا یا عصر؟ ممنون میشم اگر پاسخ بدید. ان شاء الله در نزدیکی ایام عرفه قطعاً از طریق فضاهای مجازی و خود شبکه ساعت دقیق پخش دعای عرفه رو از کربلا خدمت شما اطلاع رسانی میکنیم. منتها هم فکر میکنم طبق معمول همه ساله روز نهم ذی‌الحجه بعد از نماز ظهر و عصر همچین حوالی ساعت 1:30 به وقت کربلای معلا این دعای عرفه رو خدمت شما تقدیم میکنم. یه میان برنامه با هم ببینیم، انشاءالله من در خدمتتون هستم. عزیزان، ما منتظر شما در کربلای معلا هستیم. به هر صورتی که میتونید انشاءالله، مخصوصا در این ایام پیش رو که داریم خاصه عرفه، اون عزیزانی که مشرف میشن به صحرای عرفات و جبل الرحمه، انشاءالله برای کربلا اومدنشونم از خود خدا اجازهشو میگیرن و بعد از عرفاتشون و بعد از تکمیل مناسک حجشون مشرف بشن کربلا. و اما شمایی که فعلا نمیخواید برید مکه، انشاءالله مشرف بشید کربلا. کربلا کربلاست. کربلا یعنی این که هر اون چه آرزو داری آقای امام حسین علیه السلام خیلی راحت میتونه برات برآورده بکنه، فقط یه شرط داره. شرطش هم خیلی ساده است، اون ارتباط رو بتونی شما برقرار بکنی. به خدا آقای امام حسین و اهل بیت هیچ کاری نداره دسترسی پیدا کردن بهشون، فقط اینه که ارتباطه رو برقرار کنید. خدمت جناب آقای محمدی که از آلمان روی خط هستن سلام عرض میکنم. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ سلامتی؟ متشکرم برادرم. به کربلای معلا خوش اومدید. خدمت ارباب خوبی ها سلام بدید. سلامت میکنم خدمت شما و آقای امام حسین. واقعا از این که تماس گرفتیم به خودم میبالم، یک افتخار خیلی بزرگه که واسه ما زنگ زدید. و این واقعا الان یه ذره اشک شوق از چشمام داره جاری میشه به خاطر این که این تماس رو گرفتین و ما تونستیم از این طریق با آقای امام حسین در ارتباط باشیم و در این برنامه ما شرکت کنیم. جناب محمدی، نمیدونم همینطور که حالا اطلاع دارید یا من الان عرض میکنم، ما برای تماس‌های شب جمعه‌مون یه قرعه کشی بین یاوران حسینی انجام میدیم و به قید قرعه هر کس که به اسمش در اومد باش
تماس گرفته میشه و راه پیدا میکنه به پخش زنده مجموعه رسانه امام حسین، برنامه یاوران حسینی. شما چه حس و حالی دارید که از طریق مجموعه الان وصل شدید به کربلای معلا؟ صدای بنده رو دارید؟ صداتون یه ذره قطعات شد، میشه دوباره تکرار کنید؟ عرض کردم چه حس و حالی دارید که شما الان به قید قرعه تونستید با کربلای معلا به صورت زنده و مستقیم صحبت کنید؟ متاسفانه تماس موبایل محمدی آلمان قطع شد. من این را عرض میکردم خدمتتون، آقا سید الشهدا، ائمه اطهار واقعا به جاست که انسان فقط در خانه اینها چنگ بزنه و در خانه این عزیزان بره. آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، مشهد مشرف بشید، غیر ممکنه، غیر ممکنه و غیر ممکنه کسی که خدمت آقا برسه و اون ارتباطه رو برقرار کرده باشه و دست خالی بیاد بیرون. اون عزیزی که بیمار داره، اون عزیزی که هر حاجتی داشته باشه، خود بنده کمترین همیشه هر مشکلی داشتم تا زمانی که خدمت ارباب بودم، آقا علی ابن موسی رضا در ایران مراجعه می کردم و واقعا با حاجت بر می گشتم. مجددا خدمت شما سلام عرض می کنم جناب محمدی. سلام، ببخشید که ذره اینجا ارتباط ذره خراب و قطع شد، عذرخواهی می کنم. خواهش می کنم اگر امکان داره یه مقدار بلندتر صحبت بکنی. بله الان صداتون یه ذره بهتره، گفتین که چه سوالی دارین که بله. از اینکه شما تماس گرفتین خیلی به حس خوبی دارم، از اینکه میگم شما با من تماس گرفتین و از اینکه تونستیم با برنامه شبکه جهانی امام حسین علیه السلام با شما در ارتباط باشیم و از این طریق بتونیم سلامی عرض کنیم و از این طریق بتونیم آرزوهامون رو با آقای امام حسین علیه السلام در میان بذاریم. واقعا از همینجا ازتون اجازه میخوام که واسه همه آشناها و فامیلمون از آقای امام حسین علیه السلام شفای همه مریضا رو میخوام و انشالله که مشکلات همه مردم حل بشه. اینجا واقعا الهی آمین که مثلا بخوایم از این طریق دین اسلام رو کلا اینجا مراسم برگزار کنیم اینا، چون ما توی شهری هستیم که زیاد خب مسلمان و اینا توش نیستن، ولی خب واسه مراسم های بزرگ محرم رمضان اینا مثلا میریم تو شهرهای هانوفر اینا، اونجا خوبه دیگه، مثلا میتونیم تمام مراسم ها رو انجام بدیم. ولی از همین شهرهای کوچیک هم ما همش برنامه شما رو دنبال میکنیم و خیلی ممنونیم که با شبکه جهانیتون این امکان رو به ما میدین که همیشه در پیش آقای امام حسین علیه السلام باشیم و بتونیم از برنامهاتون لذت ببریم. خدا رو شکر ما کاری به غیر از وظیفه انجام نمیدیم، این مسئولیتیه که به عهده ما افتاده. انشاءالله شما و بقیه عزیزان دعا میکنید، هم همیاری میکنید و هم دعا میکنید که بتونیم به نحو احسن انجام بدیم این وظیفمون رو. خب خیلی ممنونم از اینکه تونستیم با شما صحبت بکنیم. اگر صحبت خاصی ندارید من خدمت شما خداحافظی بکنم و بتونم انشاءالله ظاهرن یه تماس دیگه هم داری. نه چیز خاصی نمیگم، فقط میخواستم که همیشه دعا واسه این خصوصا مسلمان های توی کشورهای اروپایی اینا همیشه بکنید، چون واقعا همینطور که از کردم اینجا یه ذره خیلی وضعیت سخت‌تره. همهش که دعا میکنیم ما هم از دعاتون فراموش نکنید. همین یا علی. حتما خواهش میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. عزیزان تبلیغ دین واقعا یه کار خیلی ساده و مهمی هست. پیامبر اکرم الان ایام غدیر در پیش هست،
پیامبر اکرم فرمودن که این اخبار رو برسونید همه و همه تا روز قیامت. یه پیشنهاد دارم، عزیز جوانی در دانشگاه داره درس میخونه، در هر کشوری هستید، حس میکنه دوستش به فرض مثال یا اطلاع داره دوستش خدمت شما عارضم مسیحی هست، این آقای جوان خیلی راحت بیاد یه مقایسه بکنه با اون دوست مسیحی خودش، بگه حضرت مسیح پیامبر خدا بوده، پیامبر اکرم هم پیامبر خداست، حضرت مسیح از حواریون 12 نفر داشته طبق آیه های قرآن، اوصیای پیامبر اکرم هم 12 نفر هستند. صحبت‌های این دو پیامبر رو که در کنار هم بگذارید می‌بینید هیچ تفاوتی با هم نداره، فقط یک تفاوت داره که حضرت مسیح خبر آمدن پیامبر اکرم اسلام رو داده و از اوصیایش هم صحبت شده. پیامبر اکرم خبر اوصیا رو داده و اعلام کرده که آخرین پیامبر هست، همانند دین حضرت مسیح. اون جوان عزیز بره یک تحقیقی بکنه، یک جستجویی بکنه و انشاءالله با دین مبین اسلام آشنا بشه. یه میان برنامه کوتاه با هم ببینیم. همینطور که ملاحظه می‌فرمایید ظرف قرعه کشی آوردن، قرعه کشی زیارت عاشورا که هر شب جمعه ما یک قرعه کشی انجام میدیم و به اسم یک یاور حسینی زیارت عاشورا برای هفته آینده پخش میکنیم. علاوه بر این قرعه کشی یک قرعه کشی دیگه هم داریم که 18 هر ماه قمری، حالا متناسب با شب جمعه که برنامه یاوران هست، انجام میدیم و به یک نفر پرداخت میکنیم کمک هزینه تشرف به کربلا رو. من عذرخواهی میکنم امروز تایم برنامه‌مون خیلی کم بوده، تراکم برنامه‌ها زیاده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوتا یا علی آقا جون ستایی میاد. جناب کارگردان منو دست پاچه نکنید. آها بله چشم. کد اشتراک 8372 سرکار خانم پریچهر رجبی نژاد از کشور ایران استان فارس. برنده شدن زیارت عاشورا انشاءالله در این هفتهی که میاد، این زیارت عاشورا به اسم این سرکار خانم پخش میشه. من این اسم رو بگذارم داخل جیبم، مشرف میشم حرم آقا سید الشهدا سلام الله علیه و زائر آقا امام حسین که میشم، این اسم رو داخل ذریح مقدسشون میگذارم. برنامه وقتش تمامه، بیستم باز رو به قبله و از خدای تبارک و تعالی ظهور حضرت حجت رو بخوایم و خداحافظی بکنیم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. إن شاء الله تا یه شب جمعه دیگه از کربلای معلا و پخش زنده یاوران حسینی. یا علی حسین جان است، حسین جان است.
شنی